سلام، امروز میخوام واسهتون داستان یه دختر جوانی رو تعریف کنم که بعد از اینکه گیر یه خانواده میفته و پدر، مادر و پسرای اون خانواده به دختره تجاوز میکنن، اونو زنده به گور میکنن. اما فیلم به اینجا به پایان نمیرسه و ادامه داره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش تا متوجه بشی که آخر این داستان چه اتفاقی میفته. به کانال ما خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم بپردازیم به فیلم I Spit on Your Grave 2. ابتدای داستان دختری رو میبینیم به نام کیتی که توی یه رستورانی داره کار میکنه و همچنین کیتی علاقه زیادی به مدلینگ شدن داره. به خاطر همین وقتی که چشمش روی دیوار به یه کاغذی میفته که روی اون شماره تماس عکاسی هست، مشتاق میشه که به اون زنگ بزنه و به اونجا بره. بعد از اینکه شماره رو از روی دیوار برمی‌داره، برمیگرده که به آپارتمانش بره. اونجا پسری رو می‌بینه به نام جیسون که در همسایگی اون زندگی می‌کنه. کیتی می‌بینه که جیسون داره دنبال یه دونه موش می‌گرده که اونو به تله بنده. کیتی هم وقتی که این جریان رو می‌بینه، همونجا یه دونه تله موش دستی درست می‌کنه و موشو تو تله می‌ندازه. جیسون هم از کیتی قله یه دونه قرار رو میگیره که با همدیگه هم صحبت بشن. کیتی هم برمیگرده به آپارتمانش. روی مبل میشینه و به اون شماره تماسی که روی دیوار بود و به یه مدل نیاز داشت زنگ میزنه. اون طرف هم ازش میخواد که یه عکس از خودش بفرسته. کیتی هم این کار رو انجام میده و یه عکس از خودش براش ارسال میکنه. مدتی بعد اون عکاس آدرس محل کارش رو براش ارسال میکنه که اون بره اونجا و شروع به عکاسی بکنه. کیتی به محل عکاسی میره. سه عکاس رو میبینه به نام جورجی، ایوان و نیکولای که این سه تا با هم برادر هستن. اونها شروع میکنن به عکس گرفتن از کیتی. بعد از اینکه عکساشون رو گرفتن، از اونجایی که لباس کیتی پوشیده بوده، اونا ازش درخواست میکنن که لباسهای برهنه تری بپوشه، اما کیتی درخواستشون رو رد میکنه و از اونجا میره. اما روز بعد یکی از عکاسا به نام جورجی میاد در خونه کیتی و به خاطر رفتار داداشش ایوان ازش عذرخواهی میکنه، چون ایوان ازش درخواست کرده بود که اون کارو انجام بده و بعد از اینکه اون کارو انجام نداد باهاش بد برخورد کرده بود. به خاطر همین بعد از عذرخواهی بهش یه فلش میده که توی اون فلش تمامی عکسایی که ازش گرفته بودن رو ریخته بود و به او قول داده که تمام عکسایی که داخل هارد دوربین بوده رو تماما پاک کرده. جورجی هم تمام این کارا رو به خاطر این انجام میده که از این دختر خوشش اومده. در شب وقتی که کیتی میخواست آشغال بذاره بیرون، در رو باز میذاره. وقتی که آشغال رو میندازه، میاد و در رو قفل میکنه. هنگامی که روی تخت خواب بوده، یهو متوجه حضور یه نفر توی اتاقش میشه. جورجی رو میبینه که داره ازش فیلم میگیره. خیلی شوکه میشه و شروع میکنه به داد و فریاد کردن و ازش میخواد که از اونجا گم شه بیرون. اما جورجی بهش میگه که من تو رو میخوام و ازت خوشم اومده. کیتی هم شوکرشو در میاره و میزنه به صورتش. بعدش هم به سرعت سمت در میره که از اونجا فرار بکنه، اما تا اون جورجی حالش جا میاد و اونو از پشت میگیره و دوباره میندازتش داخل خونه و برای اینکه انقدر تحرک نکنه، چند بار سرشو میکنه به زمین و یه پارچه هم تو دهنش میکنه و دست و پاشو میبنده. جیسون هم از سر و صدای کیتی از خواب بیدار میشه و نگران میشه که نکنه اتفاقی واسش افتاده. به خاطر همین هم سمت خونه کیتی میره، میبینه در خونه کیتی بازه. وقتی که وارد خونه میشه، جورجی از اون بغل چاقو به دست منتظرش بوده و ضربات چاقو رو به شکمش وارد میکنه و همون جایی که جیسون قبض حسش صادر میشه. جورجی بعد از کشتن جیسون از پشت کیتی و ریست فکتوری میکنه و ترتیبشون میده. جورجی بعد از اینکه کار اداری کیتی رو انجام میده، تازه به خودش میاد که چه غلطی کرده و همون موقع به داداشش زنگ میزنه که بیاد نش جیسون رو جمع بکنه و گنگکاریشو بپوشونه. وقتی که داداشاش میان میفهمن چه گندی زده، یه دونه چک میخوابونه زیر گوش جورجی. بعدش هم چاقویی که جورجی باهاش جیسون رو کشته بود رو میگیره و به دست کیتی میزنه تا اثر انگشت اون روی چاقو باشه. بعد این کار به کیتی کتامین میده. کتامین یه مواد بیهوش کننده و آرامش بخشه
وقتی که به هوش میاد میبینه یه جای دیگه سر در آورده و نیکولای هم داره کارهای اداریشو انجام میده. همونجا وقتی که کارش تموم میشه، وقتی که کیتی بهش میگه من تشنمه، نیکولای شروع میکنه به شاشیدن روی کیتی. اونجا جورجی عصبانی میشه و نیکولای رو پرت میکنه اون سمت. ایوان وقتی از راه میرسه و میبینه کیتی خیلی داره بیقراری میکنه، دوباره کتامین میریزه به زور توی دهنش. کیتی هم وقتی که اینا میرن دست میکنه تو حلقش تا اون مواد کتامین رو بالا بیاره. برای طبیعی شدن داستان خودشو به بیهوشی میزنه. وقتی که جورجی میاد بالا سرش که لباس جدید تنش بکنه، هنگامی که دستبندشو باز میکنه با یه سطل میکوبه تو سر جورجی و جورجی هم همونجا بیهوش میشه و از پنجره بالا اتاق فرار میکنه. وقتی که از مردم درخواست کمک میکنه میفهمه که هیچ کس به زبان انگلیسی مسلط نیست و متوجه میشه اصلا توی یه شهر دیگه است، توی یه کشور دیگه است و به خاطر همین خیلی شوکه میشه. اونجا یه افسر پلیس به نام کریل رو میبینه که به زبان انگلیسی مسلطه. کریل اونو وارد ماشینش میکنه و به اداره پلیس میبره. حین راه ازش میپرسه که اینجا کجاست و اونم بهش میگه تو توی بلغارستان هستی. بعد از اینکه بردش به اداره پلیس، زنی به نام آنا وارد اتاق میشه و به کریل میگه که میخوام خصوصی باهاش صحبت بکنم. کریل همونجا رو ترک میکنه و به کیتی میگه من یه مرکز نگهداری از دخترهای مثل تو دارم که همینطور مثل تو آسیب دیده هستن. من هم یه زمانی برام همچین اتفاقی افتاده. به من اعتماد کن، با من به خونه من بیا و دوش بگیر، لباست عوض کن، بعدش تو رو میبرم به سفارت آمریکا. برای جلب اعتماد بیشتر کیتی بهش مقداری پول هم میده و میگه که تو الان بیشتر به این نیاز داری. وقتی که وارد خونه آنا میشه، آنا بهش میگه که وارد زیرزمین بشو تا اونجا بهت لباس بدم و اونجا دوش بگیری. اما وقتی وارد زیرزمین که میشه، همون زیرزمینی بوده که اونجا به هوش اومده و اون پسرها داشتن اذیتش میکردن، تازه دوزاریش میفته که چه اتفاقی دوباره به سرش اومده. این قسمت فیلم ما متوجه میشیم که آنا مادرای اون پسرا بوده. بعد از رفتن آنا از اتاق، مردی به نام والکو وارد اتاق میشه و به پسراش میگه که اتاقو ترک بکنن. والکو پدر این پسرا هستش. سپس با یه شوکر شروع میکنه به شکنجه کردن کیتی و بعد از اینکه خودش هم ترتیب کارهای اداری کیتی رو داد، از اتاق میاد بیرون. ایوان بلافاصله پس از والکو وارد اتاق میشه. وقتی که ایوان میره بالا سر کیتی، کیتی هم یه چک میزنه زیر گوش ایوان. ایوان هم شروع میکنه به کتک زدن کیتی. بعد این جریانا برادرها شروع میکنن به کندن قبر. بعد اینکه قبر رو کندن، اونو میذارن توی یه دونه صندوقچه و همراه باهاش گردنبندش و شوکر و اقلامی که اونو شکنجه کردن هم میذارن باهاش توی قبر و روی قبر خاک میریزن. اونجا کیتی از خدا میخواد که یه فرصت دیگه بهش بده. وقتی که داشته از خدا درخواست میکرده، هنگام درخواست یهو زیر جعبه خالی میشه و میفته توی چاه فاضلاب بزرگ. در اون فاضلاب یه لباس کهنه‌ای برای خودش پیدا میکنه و اونو میپوشه. بعد از اینکه یه فندک هم پیدا میکنه، برای خودش یه آتشی دست و پا میکنه و یه پرنده رو شکار میکنه و همونجا کبابش میکنه. هنگامی که دنبال راه در رو از اون فاضلا بوده، یه دریو میبینه. وارد اونجا میشه و میبینه که یه کلیسای اونجا هست. اونجا پدر گیمو حدس میزنه که یه نفر توی کلیسا باشه. وقتی که وارد آشپزخونه میشه، میبینه یه نفر از آشپزخونه دزدی کرده و بعدش متوجه میشه که یک نفر از مسیر فاضلا به کلیسا وارد اون آشپزخونه شده. روز بعد که کیتی دوباره میخواست از اونجا دزدی بکنه، پدر گیبو مچ اونو میگیره و به چند تا لباس و کنسرو به همراه یه کتاب مذهبی میده و کیتی هم اونا رو ازش میگیره و محل رو ترک میکنه. کیتی یه روز تصمیم میگیره از اون فاضلاب خارج بشه و به سفارت آمریکا میره. وقتی که میرسه جلو سفارت آمریکا، نظرش عوض میشه و بر میگرده به کلیسا میره. پدر گیبو اونو میبینه و متوجه میشه که اون دنبال انتقام گیریه. بعدش کیتی شروع میکنه به زیر نظر گرفتن اعضای اون خانواده. وقتی که متوجه میشه کسی خونه اونها نیست،
وارد خونه میشه و از کشوی آنا مقداری پول برمی‌داره. بعدش دنبال جورجی میره. هنگامی که جورجی نشسته بود و در حال خوردن قهوه بود، متوجه میشه که چیزی تو دهنشه. وقتی اونو از دهنش در میاره، میبینه که صلیب گردن کیتیه. سری بر میگرده، کیتی رو میبینه، تعجب میکنه، به خاطر همین دنبالش میره. کیتی هم اونو میکشونه داخل سیستم فاضلاب و یه گوشه قائم میشه و از پشت بهش حمله میکنه. بعد از اینکه گرفتش و اونو به دیوار آویزون کرد، با یه چاقو بدنش رو زخمی میکنه. بعد زخمی کردن بدنش، برای اینکه بدنش عفونت بگیره، یه کنسرو گندیده‌ای که تو فاضلاب بوده رو روی زخماش میماله و اونو ول میکنه تا به حال خودش بمیره. بعدش میره سراغ داداش جورجی به نام نیکولای که تو بار نشسته بوده و دورش چند تا دختر بودن که داشتن اونو میمالیدن. یه نوشیدنی رو از روی میز ور میداره که اونو بخوره. اون نوشیدنی بوده که کیتی توش کتامین ریخته بوده. وقتی که اونو میخوره حالش بد میشه. داخل دستشویی میره که بالا بیاره. همون لحظه کیتی سرشو میکنه تو انگوه و اونو خفه میکنه. بعد اون میره سراغ والکو که والکو توی کلیسا ایستاده بوده. وقتی والکو متوجهش میشه میره دنبالش. کیتی هم وقتی که والکو دنبالش بوده یه جا قایم میشه و با یه سنگ از پشت تو سرش میزنه و اونو ناکوتش میکنه. بعد اونو میندازه روی تخت و با شوکر خود والکو به جلوبندی و دم و دستگاهش برق میده. بعد از اینکه دهنش رو سرویس کرد، لوله بازکن چاهو میکنه تو حلقش و دستگاه رو روشن میکنه. به همین اکتفا نمیکنه و به لوله بازکنم برق متصل میکنه که با نهایت زجر تمام از دنیا بره. بعدش میره سراغ آنا، میره اتاقش رو به هم میزنه. آنا میاد میبینه وقتی که اتاقش به هم ریخته است، تعجب میکنه. به خاطر همین میره زیر زمین. وقتی که به زیر زمین میرسه و میبینه یه چاله عمیق کف زمینه، مشکوک میشه. گردن خم میکنه که ببینه چه اتفاقی افتاده. کیتی از پشت آنا رو هل میده و آنا میفته پایین. آنا از هوش میره و اون وقتی که به هوش میاد، خودش تو همون جعبه‌ای میبینه که میخواستن کیتی رو تو اون دفن بکنن. آنا همون لحظه متوجه پسرش جورجی میشه که روی دیوار آویزونه و تمام زخماش به علت عفونت بسیار باد کرده. آنا شروع میکنه به گریه کردن. بعد این جریان پدر دیمو رو میبینیم که داره جریان کیتی رو به کریل همون سرهنگ تعریف میکنه. و اون هم میفهمه که همون دختر کیتیه که به سفارت آمریکا تحویل داده نشده بود. پدر دیمو هم راه فاضلاب رو به اون نشون میده که با هم دیگه برن اونو پیداش کنن و بهش کمک بکنن. بعدش ایوان رو میبینیم که وارد خونه میشه و مشکوک میشه. به زیر زمین میره و میبینه زیر زمین مثل غار باز شده. اون هم وارد سیستم فاضلاب میشه. وقتی که جورجی رو آویزون روی دیوار میبینه، کیتی از پشت به سرش ضربه وارد میکنه. بعدش اونو رو تخت میخوابونه و دم و دستگاهشو میذاره لای یه دونه دستگاه پرس. بعد با اون دستگاه شروع میکنه به ترکوندن تخماش. در همین حین بود که یهو کریل وارد میشه و از کیتی درخواست میکنه که آروم باشه و یه دفعه ایوان هم گردن کیتی رو میگیره و کریل هم از اونجا مخشو میترکونه. در نهایت کیتی با گرفتن انتقامش خودشو میره به سفارت آمریکا تحویل میده و همینجا فیلم به پایان میرسه. لطفاً اگر از این ویدیو خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.